داستان جذابیت دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت دندانهای نامتناسب با گونه هایش موهای کمپوش و رنگ چهره تیره روز اولی که به مدرسه جدید آمد هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشیند نقطه مقابل او دختر زیبارو و پولداری بود که مورتوجه همه قرار داشت او در همان روز اول مقابل تازه وارد ایستاد و از او پرسید میدونی زشتترین دخترین کلاس تویی یک دفعه کلاس از خنده ترکید بعضی ها هم اقراقامیز می خندیدن. اما تازه وارد با نگاهی مملو از مهربانی و عشق در جواب از جمله گفت که موجب شد در همان روز اول احترام و ویژه‌ای در میان همه و از جمله من پیدا کن. اما تو بسیار زیبا و جذاب هستی. او با همین یک جمله نشان داد که قابل اطمینانترین فردی است که میتوان به او اعتماد کرد و لذا کار به جای رسید که برای اردوی آخر هفته همه میخواستن با او همگروه باشند. او برای هر کس نام مناسبی انتخاب کرده بود. یکی میگفت چشم یکی میگفت ابرو کمانی، یکی از دبیران لقب خوش اخلاق تا این معلم دنیا. و مستخدم مدرسه هم محبوب ترین یاور دانش آموزان را داده بود. آلی ویژگی بچه او در تعریف و تمجیدهایش از دیگران بود که واقعا به حرفهایش ایمان داشت و دقیقا به جنبه های مثبت فرد اشاره می کرد. مثلا به من می گفت بزرگترین نویسنده دنیا و به خواهرم می گفت بهترین آشپز دنیا و حق هم داشت. آشپزی خواهرم حرف نداشت و من از این تعجب کرده بودم که او توی هفته اول چگونه این را فهمیده بود. سالها بعد وقتی او عنوان شهردار شهر کوچک ما انتخاب شده بود به دیدنش رفتم و بدون توجهی به صورت ظاهریش احساس کردم شهیدن به او علاقه من شدم. چند سال پیش وقتی برای خواستگاریش رفتم دلیل علاقه را جذابیت سهرامیزش می و او با همان سادگی و وقار همیشگیش گفت برای دیدن جذابیت یک چیز باید قبل از آن جذاب بود. در حال حاضر من و او یک دختر سه ساله داریم. دختر بسیار زیباست و همه از زیبایی صورتش در حیرت هم. روزی مادرم از همسرم سوال کرد که راز زیبایی دخترمان در چیست؟ همسرم جواب داد من زیبایی چهره دخترم را مدیون خانواده پدری او هستم. و مادرم روز بعد نیمی از دارایی خانواده را به ما بخشید.